جستجوی زمان از دست رفته. اثر مارسل پروست. کتاب دوم، در سایه دوشیزگان شکوفا. بخش نخست، پیرامون بانو سوان. اجرا محمد حسنپور. قسمت 24. حال پانهادن به یکی از آن وضعیت‌های دشواری بودم که معمولاً در زندگی چند باری گرفتارشان می‌شویم و بی آنکه ویژگی‌ها و سرشتمان تغییر کرده باشد، همان سرشتی که خود آفریننده عشق‌ها و حتی شاید زنانی که دوست می‌داریم و شاید هم عیب‌های آنان است، در رویارویی با آن وضعیت‌ها هر بار، یعنی در هر سنی، به یک شیوه عمل نمی‌کنیم. در چنین زمان‌های زندگی‌مان به دو بخش می‌شود، انگار که کل آن در دو کفه یک ترازو جا داده شده باشد. در یکی این آرزویمان هست که بدایند نباشیم و به چشم دلدار بیش از اندازه خار ننماییم، به چشم کسی که دوست می‌داریم بی آنکه بتوانیم درکش کنیم و به نظرمان زرنگانه‌تر می‌رسد که او را اندکی نادیده بگیریم تا مبادا بپندارد از او ناگزیریم و همین از ما دورش کند. در کفه دیگر رنجی است، رنجی نه جزئی و با جایگاهی محدود و مشخص، که برعکس تنها زمانی تسکین می‌یابد که بی پایبندی به آن که خوشایند معشوقه باشیم و وانمود کنیم که میتوان بی او سر کرد به دیدارش برویم. اگر از کفه‌ای که غرور در آن است اندکی از همتی را برداریم که سستی کرده و گذاشته ایم که افزایش سن آن را بفرساید، اگر بر کفه رنج درد بدنی را بیافزاییم که به آن دوچاریم و گذاشته ایم که بدتر شود، به جای راه حل بیواکانه ای که در 20 سالگی برنده میشد، راه حل دیگری بیش از اندازه سنگین شده و بیپاره سنگی در برابرش در 50 سالگی میچربد و پایینمان میکشد. به ویژه که وضعیت‌ها در عین تکرار دگرگون میشوند و این امکان هست که در میانه ها یا در پایان زندگی این ارفاق شوم را با خود کرده باشیم که عشق را با افزودن بخشی از عادتی بغرنج کنیم که نوجوان آن را نمیشناسد، چون گرفتار بیش از اندازه تکلیف‌های دیگر است و کمتر به خود میپردازد. تازه نامه‌ای برای ژیلبرت نوشته و در آن مهار طوفان خشمم را رها کرده بودم. گویی اینکه چند کلمه ای را هم به ظاهر اتفاقی گنجانده بودم که دوستم بتواند آنها را دستاویزی برای آشتی کند. لحظه بعد با دست سوی دیگری میوزید و برایش جمله های مهرامیز مینوشتم تا بتوانم شیرینی تعبیرهای اسفالودی چون دیگر هرگز را در آنها بگنجانم. تعبیرهای بس مهراور برای کسی که آنها را به کار میبرد و بس رنجاور برای کسی که میخواند، چون یا دروغی نشان میپندارد و دیگر هرگز را همین امشب اگر مرا میخواهید میفهمد، یا اینکه آنها را راست میپندارد و بیانگر یکی از آن جدایی های همیشگی که در زندگی هیچ اعتنایی به آنها نداریم، اگر جدایی کسانی باشد که دل به ایشان نبسته ایم. اما از آنجا که در صورت دلدادگی ناتوان از آنیم که به عنوان سلف شایسته آن کسی که خود در آینده خواهیم بود و دیگر عاشق نیست عمل کنیم، چگونه میتوانیم به خوبی حالت روحی زنی را در نظر آوریم که حتی اگر بدانیم که برایش اهمیتی نداریم، برای آنکه در خوابی خوش بمانیم یا غصه بزرگی را فرو بنشانیم، همواره در خیال پردازی های من گفته هایی را از او به خود شنوانده ایم که اگر دوستمان می داشت می گفت. در برابر اندیشه ها و کارهای زنی که دوست داریم همان اندازه گیجیم که شاید نخستین فیزیکدانان در برابر پدیده‌های طبیعی بودند پیش از آن که علم فیزیک تدوین شده و مجهولات را اندکی روشن کرده باشد. یا از این هم بدتر، به کسی میمانیم که ذهنش هنوز اصل علیت را نشناسد، کسی که نتواند میان پدیده‌ای با پدیده‌ای دیگر ربطی برقرار کند و چشم‌انداز جهان در چشمش به گنگی رؤیا باشد. البته من میکوشیدم از این گنگی رها شوم و علت‌هایی بیابم. حتی سعی میکردم عینی بیندیشم و عدم تناسبی را به حساب آورم که میان اهمیت ژیلبرت برای من و نه فقط اهمیت من برای او، بلکه اهمیت خود او برای کسان دیگری غیر از من هم وجود داشت. عدم تناسبی که اگر ندیده میگرفتم، این خطر پیش میآمد که یک حرکت ساده مهربانانه دوستم را اعتراف به عشق بپندارم.
و یک حرکت مسخره و خفت‌آور خودم را خرامش موزونی که آدم را به سوی چشمانی زیبا می کشاند. اما همچنین ترسم از آن بود که مبادا از آن سوی بام بیفتم و دیر آمدن ژیلبرت بر سر قراری یا یک کج‌خلقی ساده‌اش را دشمنی جبران ناپذیری بپندارم. می کوشیدم در میان این دو دیدگاه که هر دو به یک اندازه دچار اعوجاج بودند آنی را بیابم که چیزها را به چشمم درست بنمایاند. حسابهایی که باید برای این کار می کردم تا اندازه ای دردم را از یادم می برد. اما یا به دلیل گردن نهادن به حکم اعداد یا به این دلیل که آنچرا که خود می خواستم از زبان آنها می شنیدم تصمیم گرفتم فردای همان روز خوش و خرم به خانه سوان بروم. اما به همان شیوه کسانی که مدتها خود را به خاطر سفری که دلخواهشان نبوده زجر دادند و فقط تا ایستگاه راه آهن می روند و به خانه برمی گردند و چمدانشان را باز می کنند. و از آنجا که در حالت دودلی همان اندیشه گرفتن یک تصمیم احتمالی، البته اگر با این تصمیم که هیچ تصمیمی نگیریم آن اندیشه را از کار نینداخته باشیم، همانند یک بذر بارآور همه ویژگی ها و جزئیات هیجانات ناشی از انجام تصمیم را در دل ما می نشاند، با خود گفتم که چه کار عبثی کرده بودم که با پیشبینی این که دیگر به دیدن ژیلبرت نروم همان اندازه خود را رنج می دادم که اگر به راستی چنین کرده بودم. و از آنجا که برعکس سرانجام به خانه ژیلبرت بر می گشتم، بهتر آن بود که آن همه دودلی و تعهد دردناک را کنار بگذارم. اما این برقراری دوباره روابط دوستانه بیشتر از زمان رفتنم تا در خانه سوان طول نکشید. نه از آن رو که سرخدمتکارشان که مرا خیلی دوست داشت گفت که ژیلبرت از خانه بیرون رفته است، که همان شب از طریق کسانی که او را دیده بودند دانستم که راست بود، بلکه به دلیل شیوهی که او در گفتن این خبر به کار برد. گفت: آقا خانم رفتم بیرون، مطمئن باشید خلاف عرض نمی کنم. اگه جنابالی می خواهید خبرهای بیشتری بگیریم خدمتکار رو صدا کنم. جنابالی مطمئن باشید که برای خوشایند سرکار هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم و اگه خانم تو خونه بودن جنابالی رو فوراً به خدمتشون میبردم. از این گفته‌های غیر ارادی، یعنی تنها نوعی که به راستی مهم است چون تصویر رادیوگرافی دست کم کلی از واقعیت دور از گمان ما را آشکار میکند که گفته‌های ارادی و حساب شده پنهانش میدارد، چون این برمیآمد که پیرامونیان ژیلبرت مرا مزاحم او حس میکند. از این رو همین که سرخدمتکار آن گفته ها را به زبان آورد نفرتی در من پا گرفت که بهتر دانستم آن را به جای ژیلبرت متوجه سرخدمتکار کنم. همه خشمی که توانسته بودم از دوستم به دل بگیرم بر او متمرکز شد. آن گفته ها همه این خشم را از عشقم زدود و فقط عشق ماند و بس. اما از آن گفته ها همچنین بر می آمد که باید چندگاهی در پی دیدن ژیلبرت نباشم. شک نداشتم که نامه‌ای برایم می‌نویسد و پوزش می‌خواهد. با این همه برام بودم که زود به دیدنش نروم تا به اون نشان دهم که می‌توانم بی او سر کنم. وانگهی پس از دریافت نامه‌اش راحت‌تر می‌توانستم برای مدتی از رفت و آمد با ژیلبرت چشم بپوشم، چون دیگر مطمئن بودم که هر وقت که بخواهم می‌توانم او را ببینم. برای اینکه بتوانم این فراق خودخواسته را بهتر تحمل کنم و کمتر غمین شوم، لازم بود این دو دلی وحشتناک را از دلم بیرون بکشم که نکند برای همیشه قهر کرده باشیم، نکند او رفته باشد یا او را نامزد کرده یا رو بوده باشد. روزهایی که پس از آن آمد به آن روزهای دوردست هفته سال نوی شبیه بود که مجبور شدم بی ژیلبرت سر کنم. اما در گذشته از یک سو مطمئن بودم که در پایان آن هفته دوستم به شانزلیزه برمیگردد و میتوانم او را دوباره چون گذشته ببینم، و از سوی دیگر با همین اندازه اطمینان می دانستم که تا پیش از پایان تعطیلات سال نو رفتم به شانزلیزه سودی ندارد. نتیجه آن که در آن هفته اندوهناک به گذشته ها پیوسته اندوهم را آسوده تر تحمل کردم، چون نه با ترسی آمیخته بود و نه با امیدی. اما اکنون برعکس، خود امید هم به اندازه ترس آزارم می داد و به سطوحم می آورد. آن شب نامه ای از ژیلبرت نرسید. این را به حساب ولنگاری و گرفتاریش گذاشتم. شک نداشتم که با پست فردا صبح نامه ای از او خواهد آمد.
هر روز با دل پرتپش فرارسیدن نامرسان را انتظار می کشیدم و سپس دستخوش نومیدی و درماندگی می شدم چون می دیدم که فقط از کسانی غیر از جیلبرت نامه آمده یا هیچ نامه ای نیامده است، که این چندان بدتر نبود چون نامه های بیانگر دوستی دیگران با هم بی‌اعتنایی جیلبرت به خودم را دردناکتر می نمایانید. سپس به پست بعد از ظهر امید می بستم. حتی در زمان میان دو وقت دریافت نامه ها باز جرأت نمی کردم از خانه بیرون بروم، چون ممکن بود جیلبرت نامه‌اش را با کسی برایم بفرستد. آنگاه هنگامی می رسید که دیگر نمی شد نامه رسان از راه برسد و نه خدمتکاری از خانه سوان بیاید. باید امید تسکین را به فردا می گذاشتم و بدین گونه چون می پنداشتم که رنجم به درازا نخواهد کشید، به ناگزیر پیاپی به آن دامن می زدم. غصه‌ام شاید همانی بود که بود، اما به جای آنکه همچون گذشته احساسی آغازین را فقط کش بدهد، هر روز چندین بار تازه تازه اثر گرفته می شد، همراه با احساسی که آنچنان پیاپی تکرار می شد که سرانجام با آنکه حالتی فیزیکی و آنقدر گذرا بود ثابت باقی می ماند. به گونه ای که بیتابی انتظار هنوز فرصت آرامش نیافته، دلیل دیگری برای انتظار کشیدن فرا می رسید و دیگر حتی یک دقیقه در روز نبود که من دستخوش دلشورهی نباشم، که حتی تحمل یک ساعتش هم بسیار دشوار است. از این رو آنچه می کشیدم بی نهایت دردناکتر از حالم در آن اول ژانویه سالها پیش بود، چرا که این بار به جای پذیرش بیچون و چرای درد، هر لحظه امیدوار بودم که پایان بگیرد. اما سرانجام به این پذیرش رسیدم. آنگاه فهمیدم که گویا دائمی است و دیگر برای همیشه از جیلبرت چشم پوشیدم و این به خاطر خود عشقم بود. من نیز چون پیش از هر چیز می‌خواستم که از من خاطره ناخوشایندی به دل نداشته باشد. حتی پس از آن روز، برای آنکه گمان نبرد که از او کینه ای عاشقانه به دل دارم، هر بار که بعدها با من قرار دیداری میگذاشت اغلب میپذیرفتم و در آخرین لحظه با نامه ای از او پوزش میخواستم که نمیتوانم به دیدنش بروم، اما به همان گونه به او تأسف نشان میدادم که به آدمی که میل دیدنش را نداشتم. به نظرم میآمد که این گونه اظهار تأسف ها که معمولا با کسانی به کار میبریم که به آنان بی‌اعتناییم، بهتر از لحن بی‌اعتنایی که فقط با یاران به کار می‌بریم جیلبرت را متوجه بی‌اعتنایی هم خواهد کرد. اگر با چیزی بهتر از کلمات، با حرکت‌هایی که پی در پی تکرار می‌شد، می‌توانستم به او بفهمانم که میلی به دیدنش ندارم، شاید او به دیدن من می‌یافت. افسوس، بیهوده بود. ندیدنش برای آنکه میل دیدن من در او انگیخته شود، همان بود و برای همیشه از دست دادنش همان. پیش از هر چیز از آن رو که وقتی این میل در او زاده می شد، اگر می خواستم که بپاید نمی بایست زود تسلیم آن می شدم. دیگر اینکه ساعتهایی از همه دردناکتر دیگر گذشته بود. در همین زمان حال بود که من به او نیاز داشتم و دلم می خواست بتوانم به او هشدار دهم که به زودی همه دردی که خواهد ماند تا او با دوباره دیدنم تسکینش دهد آنقدر کوچک شده است که دیگر نمی تواند مانند اکنون و برای پایان دادن به خودش به عنوان انگیزه و تسلیم و آشتی دیدار دوباره به کار آید و بعدها هنگامی که بتوانم بی هیچ خطری، چون میل او به من آنقدر نیرومند شده است، به میل خود به او اعتراف کنم، این میل توان تحمل آن همه دوری را نداشته و از میان رفته است. یعنی که دیگر جیلبرت اهمیتی برایم ندارد. این را می دانستم، اما نمی توانستم به او بگویم، چون میپنداش که تنها هدفم از گفتن این که اگر بیش از اندازه از او دور بمانم عشقم به او فرو خواهد نشست، این است که او مرا زود به نزد خود بخواند. فعلا آنچه محکوم کردن خودم به آن جدایی را برایم آسان‌تر می‌کرد این بود که برای آنکه او بفهمد که برخلاف آنچه خود می‌گفتم، نرفتنم به دیدن او نه ناشی از گرفتاری، نه ناخوشی، که به اراده خودم است. هر بار که از پیش می‌دانستم ژیلبرت در خانه نیست و باید با دوستی بیرون برود و شام را در خانه نخواهد بود، به دیدن خانم سوان می رفتم که برای من دوباره همانی شد که در گذشته ها بود. هنگامی که دیدن دخترش برایم بسیار دشوار شده بود و در روزهایی که او به شانزلیزه نمی آمد برای گردش به خیابان عقاقیه ها می رفتم. بدین گونه می توانستم از جیلبرت خبر بگیرم و مطمئن باشم که خبرهای من هم به گوش او می رسد. آن هم به نحوی که به او نشان دهد که در بند او نیستم.
و مانند همه کسانی که رنج می کشند حس می کردم که وضع غم‌انگیزم می توانست بدتر از اینها باشد. چون از آنجا که می توانستم آزادانه به خانه‌ای بروم که ژیلبرت آنجا می نشست، علی‌رغم آن که مصمم بودم از این امتیاز استفاده نکنم، همواره با خود می گفتم که اگر روزی دردم بیش از اندازه سخت شد، می توانم آن را فرو بنشانم. ناکامیم فقط حالت روز به روز داشت و تازه همین هم گزافه است. بگو ساعتی چند بار نامه ای را که ژیلبرت روزی برایم می فرستاد یا شاید خودش برایم می آورد در ذهنم می خواندم. اما دیگر بدون آن انتظار دلشور آمیزی که در نخستین هفته های پس از جدایی من و پیش از دوباره رفتنم به خانه سوان دوچارش بودم. تجسم دائمی این شادکامی خیالی مرا در تحمل نابودی شادکامی واقعی یاری می کرد. درباره زنانی که دیگر دوستمان نمی دارند و نیز رفتگان، این آگاهی که دیگر هیچ امیدی به آنان نیست مانع از آن نمی شود که باز انتظارشان را بکشیم. همچنان چشم به راه و گوش به زنگیم. مادرانی که پسرشان برای اکتشاف خطرناکی به سفر دریا رفته است، هر دقیقه در حالی که خبر کشته شدن او از دیرباز قطعی شده، منتظرند که او سالم و معجزه آسا نجات یافته از راه برسد. و این انتظار به تناسب نیروی خاطره و پایداری بدن یا به ایشان امکان می‌دهد که سالها را بگذرانند تا زمانی که به نبود فرزند خو کنند و رفته رفته از یادش ببرند و زنده بمانند، یا اینکه آنان را می‌کشد. وانگهی فکر این که غصه‌ام برای عشقم سودمند است تا اندازه‌ای تسکینم می‌داد. هر دیدارم با خانم سوان بدون دیدن ژیلبرت برایم دردناک بود، اما حس می‌کردم که در عوض نظر ژیلبرت را درباره‌ام مساعدتر می‌کند. از سوی دیگر اینکه همواره پیش از رفتن به نزد خانم سوان می‌کوشیدم مطمئن شوم که دخترش در خانه نباشد، شاید به همان اندازه که ناشی از تصمیمم به ادامه قهر با او بود، از امید به آشتی هم می‌آمد که بر عزمم به پرهیز چیره می‌شد و آنچه را که در آن بیش از اندازه دردناک بود از چشمم پنهان می‌داشت. در روان آدمی که یکی از قانون‌هایش تناوب است، کمتر پرهیزی دست کم به طور پیگیر مطلق می‌ماند. قانونی که جریان‌های ناخواسته خاطرات گوناگون آن را تقویت می‌کند. خودم خوب می‌دانستم این امید تا چه اندازه واهی است. به بینوایی می‌مانستم که اشک کمتری به نان خشک خود می‌فشاند اگر با خود بگوید که شاید غریبه‌ای هم امروز همه ثروتش را برای او بگذارد. همه ناگزیریم خلی‌هایی را در درون خود بپروریم تا بشود واقعیت را تحمل کرد. اما اگر ژیلبرت را نمی‌دیدم، امیدم دست نخورده‌تر می‌ماند. در عین حال که جدایی هم بهتر پا می گرفت. اگر در خانه مادرش با او رو در رو می شدم، شاید چیزهای جبران ناپذیری به زبان می آوردیم که کدورت من را همیشگی می کرد. امیدم را از من می گرفت و از سوی دیگر با انگیختن استرابی تازه، عشقم را بیدار و خیشتنداریم را دشوارتر می کرد.